بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در راه اصلاح که مبارزه با هواهای نفسانی است که پیامبر طبق اون روایت جهاد اکبر تعبیر فرمودند، جهاد اکبر چیه؟ جهاد با نفس اماره است. اگر ما بتونیم با نفس اماره مبارزه بکنیم، این جهاد اکبر ماست. این جهاد اکبر رو بالاخره اگر کسی توی این عالم میخواد شروع بکنه، باید ما باشیم. کسانی که مبارزه میکنن با هوای نفسشون باید روحانیت باشه، علما باشن، فضلا باشن که با هوای نفس مبارزه میکنن. خب ما تصمیم گرفتیم به حمد الله هم درس بخونیم، هم عالم بشیم و هم عامل بشیم و جهاد اکبر رو انجام بدیم. خب من امروز تصمیممو گرفتم، با خدای خودم مصمم هستم که جهاد اکبر رو انجام بدم. چیکار کنم؟ اولین قدمی که میخواید بردارید عزم است، تصمیم. یه حرفی بزنیم و بعدم عمل نکنیم، ارزش انسان به تصمیمشه. ارزش گذاری اگر میخواید بکنید، ببینید انسان ها چقدر تصمیمشون رو قرص میگیرن. وقتی تصمیم میگیرن این کار رو انجام بدن، بلند میشن انجام میدن. خیلی وقتا انسان تصمیم میگیره ولی میگه حالا یه چرت دیگه بزنیم، حالا فعلا یه خورده بخوابیم. مطالعه میگه تصمیم گرفتم مطالعه کنم، ولی حالشون نداره. تا تصمیم نگیرید که جدی عمل کنید، این تصمیم شما ارزش نداره. قدم اول برای موفقیت در مجاهده با نفس اینه که انسان عزم داشته باشه، تصمیم. تصمیم یعنی چی؟ تصمیم به چی بگیرم؟ من الان در محضر خدا هستم، از خدا میخوام، با خدا عهد میبندم. به چی؟ به ترک گناهان و ادای واجبات. قسم میخورم، پیمان میبندم، خدایا من واجباتم رو انجام میدم، محرمات رو هم ترک میکنم. خب این عزم و جزم باید در وجود شما به وجود بیاد. من مباحات رو انجام میدم اما محرمات رو امکان نداره. پای محرم بیاد وسط، من نیستم. رفقا بدونید من با شما رفیقم، میگیم، میخندیم، جعده میکنیم، ولی اسم غیبت بیاد من نیستم. دروغ باشه من نیستم. خب باید قرص و قاطع باشید. مرحوم امام قرص بود، با بچهش مرحوم حاج آقا مصطفی دعوا میکرد، برو بیرون، چرا این حرف زده شده؟ برخورد میکرد با فضلا، علما، تعارف با کسی نداشت. خلاف رو از هر کسی میدید باهاش برخورد میکرد.
بعضی های ملاحظه میکنن یه مقداری، بله امام اهل ملاحظه نبود. شما هم باید این طور باشید، زن، بچه، فامیل، دوست، آشنا بدونن شما اهل ملاحظه نیستی. موسیقی بذاریم یه خورده حالا ایشون بشینه گوش بده، نه من اهلش نیستم. بدونید اگه منو دعوت کردید موسیقی خبری نیست، غنا خبری نیست، غیبت خبری نیست، تهمت. شما یه شخصیتی هستی، وقتی وارد اون مجلس میشی گناه باید تعطیل بشه. حالا آلات قمار دارن بازی میکنن، ما هم بشینیم تماشا کنیم، نه. این عزم جزم داشته باشید و این قدرت رو داشته باشید که برخورد کنید با زبان لین، بگی آقا من اگر منو میخوایید من تو این مجلس وارد نمیشم. منو دعوت میکنید، شرایط مجلس باید موسیقی نباشه، غنا نباشه، نمیدونم محرمات نباشه، من رو محرمات حساسم. این نکته اول شماست که بهش میگیم عزم. عزم داشته باشید بر ادای واجباتتون. سر وقت میشه بلند میشم، اذان میگم، وضو میگیرم، نماز میخونم، تا نمازم تمام شد میام در خدمت شما. من برنامه‌م اینه، با ماشینم هستم میبینید وای میستم کنار جاده نمازم رو میخونم. این عزم رو داشته باشید، مخصوصا شمای روحانی، شمای فاضل، شما که آینده میخوایید مرجع تقلید بشی، از بزرگان بشید، باید از حالا این برنامه رو داشته باشید. روی واجباتتون حساس، روی محرماتتونم دقت داشته باشید. بله خب بالاخره دیگه باید خودمونو اصلاح کنیم، دروغ نگیم. عرض کنم بر این که ظواهرمون، بواطنمون باید درست باشه. نکته دوم این است که شما عزم که پیدا می کنید سعی کنید یک انسان عقلی و یک انسان شرعی بشید. یعنی دو تا قدم بردارید، یه قدم این که انسان عقلی. انسان عقلی یعنی چی؟ قدم دوم انسان شرعی. انسان عقلی یعنی مطلوبات عقل رو انجام میدیم، یعنی اون چی که عقل میگه. شما الان در خیلی کشورهای دنیا برید ببینید انسانهایی هستند که دروغ نمیگن، تهمت نمیزنن، خلاف نمی کنند. بعضی کشورها مغازه هاشون رو جوری درست کردن که مردم میان جنس رو ور می دارن، خودشون هم پولو می گذارن میرن. یعنی اینقدر مورد اطمینانن که کسی نیست از اونها پول بگیره، خودشون پولو میندازن، جنسشون رو ور میدارن میرن. کی میشه ما به اینجا برسیم؟ انقدر ما صادق بشیم و خوب بشیم که قوه قضاییمون سالی یه بار درش باز بشه، سالی دو بار دو تا شکایت توش بشه، تمامه. همه اینقدر عالی بشیم، اینقدر عاقل بشیم، اینقدر فهمیده بشیم که اصلا قوه قضاییه ما نیاز نداشته باشیم. میشه؟ بله میشه. ما الان داریم کشورهایی که بیدینن، لامذهبن، اما وقتی جنس میخواید بخرید شما هیچ کسی نیست از شما پول بگیره، شما خودتون پولو میندازید توی صندوق، جنس رو ور میدارید میرید، قیمت ها روش نوشته شده، هیچ کس هم تخلف نمی کنه. در دارشفا هم حقوق نشید
بله. خب الحمدلله که یه موردی پیدا شد، الحمدلله. در هر صورت اولین قدمی که ما باید برداریم اینه انسان عقلی بشیم. انسان عقلی یعنی چه؟ یعنی مطلوباتی که عقل داره، مطالباتی که عقل داره اونو انجام بدیم. حالا شرع جداست، شرع یه مطلوباتی داره، میگه نماز بخون، روزه بگیر، زکات بده، خمس بده، امر به معروف کن، این مطلوبات شرعیه است. یه مطلوبات عقلیه است که عقل انسان میگه این کارها رو باید انجام بدید. دروغ نگفتن، یه رئیس جمهور رو استیضاحش میکنن به خاطر اینکه دروغ گفته، نه به خاطر اینکه اون عمل رو انجام داده. میگن عملش هیچی، ولی دروغ گفتنش. خب پس بنابراین انسانیت برای ما مهمه، این مرحله اول. مرحله دوم وقتی که انسان عقلی شدیم، انسان شرعی هم بشیم، یعنی مطلوبات شارع رو هم انجام بدیم. نماز مطلوب شارع، روزه مطلوب شارع، این واجبات ما. حالا مستحبات دیگه واجب نیست، ولی واجبات و محرمات رو ترک کنیم، واجبات رو انجام بدیم. یک انسان عقلی در مرحله اول و در مرحله دوم انسان شرعی. عزم باید این باشه، عزم شما باید بر این باشه خودتون رو انسان بکنید، به مقام انسانیت برسید. چیکار کنم به مقام انسانیت برسم؟ اون چه که عقل میگه انجام بده، اون چه که شرعم میگه انجام بده. هم انسان عقلی بشیم، هم انسان شرعی بشیم. و نکته دیگر این است که خب من تصمیم گرفتم، به حمد الله عزم حاصل شد که من انسان عقلی باشم و انسان شرعی هم باشم، واجبات رو انجام بدم، محرمات رو ترک کنم. من الان در حضور شما این تعهد رو میدم. بعد قدم بعد این است که مشارکت و مراقبه و محاسبه. یعنی چی؟ یعنی صبح اولی وقت که از خواب بیدار شدم، میام نمازمو میخونم، بعد از نماز میگم خدایا من قول میدم، وعده میکنم، عزمم جزم است که گناه نکنم و واجبات خودم رو انجام بدم. این بعد از نماز. بعد از نماز که این وعده رو به خدا دادیم، میایم در مقام مراقبه، میام درس و بحث و مباحثه و خرید و تو همه این کارها یه گوشه چشمتون به مراقبه باشه. مراقبه یعنی چی؟ یعنی وعده یادت نره. وعده ای که صبح به خدا دادی چی بود؟ گفتی گناه نمی کنم؟ مواظب باش. تو خیابون اومدی سرتو بنداز پایین، چشمتو بنداز پایین. با رفیقت رسیدی حرف میزنی حواست جمع باشه، دروغ نگی، غیبت نکنی، حرف بی جا نزنی، مراقبه کامل، یا ذکر میگی یا مطالعه میکنی یا حرفای قشنگ میزنی ان علمن، ولی حرفای بی جا نامربوط از شما دیگه صادر نمیشه. مقام مراقبه همش یا ذکره، تذکر به یاد خدا هستید، یا مطالعه میکنید، یا مباحثه میکنید، یا کارهای حلال انجام میدید، ولی جلوی حرام نمیرید. اینو میگه مقام مراقبه. حواسم جمعه، بی خیال بشم و لشبازی بکنم و اصلا دنبال این که چی شد چی نشد، نه، مراقبه. یعنی 100% مراقبه حالم هستم، دستم
چشمم، گوشم، قدمم، قلمم چگونه برداشته میشه؟ همه رو حساب. قلم رو کاغذ میبرید رو حساب، میخواید امضا کنید روی حساب، بنویسید روی حساب و کتاب، فکرشو میکنید، دقت میکنید، حلاله یا حرامه این کاری که دارم انجام میدم، این گفتاری که میخوام بکنم چیه، اول مزمزه میکنم میخوام چی بگم، آیا این حرفم درسته درست نیست. اینو میگه مقام مراقبه. خب قول و صبح اول وقت دادید با خداوند، عهد و پیمان رو بستید، بعد میایید تو مقام مراقبه، کاملا مراقب احوال خودتون هستید که دارم برنامه ریزی کردم، مباحثم چه ساعتیه، مطالعم چه ساعتیه، خریدم چه ساعتیه، با زن و بچه چه ساعتیه، همه چیز منظم و مرتب. یک ساعت کار خلافی توش نیست، یک ثانیه کار خلاف ندارم. اینو میگه مقام مراقبه. خب آخر شب شد دیگه، میخوایم بخوابیم، ساعت کوک کردیم انشاءالله برای نماز شبمون که بلنشیم نماز شبمونم بخونیم. حالا یه حسابیم، یه قلم کاغذ، از صبح تا حالا چیکار کردم من؟ چیکار کردم از صبح تا حالا؟ خب یه درس رفتیم، خب الحمدلله خلاف شرعی توش نبود، یه مباحثه کردیم الحمدلله خلاف شرعی نبود، رفتیم نونوایی نون گرفتیم، پولشو دادیم، به کسی اهانتی نکردیم، حق کسی رو تضییع نکردیم، تو صف نزدیم حق دیگران رو ضایع بکنیم. خب الحمدلله همه کارامون منظم مرتب، قدم برداشتیم، ظهر آمدیم خانه با اخلاق خوب کنار خانواده نشستیم، سر سفره غذا خوردیم، بسم الله گفتیم، خیلی عالی خوب با بچه ها گفتیم، خندیدیم، همش حلال. بله ببینید این مقام محاسبه که ما باید آخر شب حساب بدیم، تحویل بدیم. خدایا ما میخواییم ساعت به ساعت خودمون رو، هر ساعتی ساعت نه من چجوری گذشت، خدایا ساعت نه تا ده چیکار کردم، کارام حلال بود یا حرام بود، تحویل بده به خداوند. ساعت ده چیکار کردم، حلال بود یا حرام بود، تحویل بگیر. بنویس اینها رو، ساعت نه چه کردم و کارم حلال بود، هیچ حرامی توش نبود، ده اینطور، یازده اینطور، دوازده اینطور، یک نمازامو خوندم، نماز جماعت رفتم، ساعت دو نهار خوردم با خانواده، ساعت عرض کنم بر این که سه خوابیدم، بعد مطالعه کردم، همه اینها مسیر حلال و طیب و طاهر رو طی کردم. این مقام مقام عرض کنم که مراقبه و آخرش مقام محاسبه. قشنگ حساب خودتون رو بکنید، ساعتهایی که در روز داشتید چقدر گناه کردید، چقدر ثواب کردید، همه اینها مشخص بشه برای شما. و این مقام تذکر، در مقام تذکرم باشید، به یاد خدا هم باشید و این حرکت خودتون رو هر روز ادامه بدید. اگر میخواید انشالله به مقامات عالیه برسید، این حرکت رو، حرکت عزم و جزم و قول به خداوند و مقام عرض کنم بر این که مراقبه و محاسبه و مشارطه، این حالتها رو داشته باشید، انشالله ما قول میدیم که آینده درخشانی برای همه باشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.